پگاه فرجیان هستم، 42 سالمه. خب رشته ورزشی من کوهنوردی بود و تخصصی دره و غار رو کار میکردم، یعنی کامل با ابزارهای فنی این رشته کار کرده بودم. دوست داشتم این رشته رو از قبل، میشناختم بچه های کوهنوردی که این رشته رو کار میکردن. زمانی که تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم، خب خیلی واکنش ها متفاوت بود و خاص بود. یه سری مشکلاتی داریم توی این کار، مثل نداشتن بیمه و اصلا ساپورت نمیشیم. در ماه حدود 20 نفر میرن این مدرک رو میگیرن، اما هیچ کدوم از بچه ها موندگار نیستن و کار نمی کنن. متاسفانه ما هیچ بیمه ای نداریم و بچه هایی هم که در حال حاضر شرکت دارن و یه تعدادی رو بیمه می کنن، بیمه ای به عنوان بیمه ای که شخص بخواد کار در ارتفاع کنه نداریم. یعنی اصلا توی کشور ما صنفی به عنوان صنف ایراتا کار یا کار در ارتفاع نداریم. اون بیمه ای هم که بچه ها رد می کنن بیمه کارگری هست، یعنی اصلا ربطی به این سیستم ما نداره. خب این یکی از اون مشکلاته. روزانه 8 ساعت کار میکنم، اما اصولی رشته کار در ارتفاع و بخوایم تو وسط جهانی نگاش کنیم روزی 4 ساعته، یعنی بیشتر از این مجاز نیستن کار کنن. اما اینجا تو کشور ما وقتی که کارفرما کار میده اون 8 ساعت کاری نیاز داره، کاری نداره که استاندارد کار در ارتفاع چیه و باید چه مدت زمانی کار کرد. حتی رست بین دو تا کارم باید داشته باشیم که اگر پروژه بهمون بخوره همونم نداریم، پشت سرش کار میکنیم. خب همزمان که کار در ارتفاع داریم انجام میدیم یا سر یه پروژه‌ای هستیم، انفرادی نیست، یعنی کار یک نفره نیست، حداقل از دو به بالا شروع میشه، کسی که میاد رو تناب و کسی که بالای سر تالا کارگاه میمونه، حالا به خاطر اینکه یه سری کارا رو انجام بده، کنترل کنه، وضعیت رو بررسی کنه. از ساعت 8 که استارت میزنیم، کارگاه رو میزنیم، کار میکنیم. البته خب این پروژه ارتفاع زیادی داره، ما با بیسیم با هم در ارتباطیم، استارت کار رو میزنیم و مشکلی چیزی باشه با هم صحبت میکنیم. ارتفاع ساختمون زیاده و جوری کار میکنم و عرض کارم رو میگیرم که دیگه تا ساعت 4 بتونم کار انجام بدم و حالا عرض کار زیاده، میرم پایین دیگه، تقریبا رو 4.5 متر رو میزنم، سعی میکنم که تا ساعت 4 بتونم تمامش کنم.